دشت و شب به هم آمیخته بودند، سیاهی در سیاهی، گوی آسمان هرگز ماهی در دل خود نداشت که چنین بی آزرم روی سیاه کرده بود. علی چهره بر زمین گذاشت، زمین نمناک دشت، رطوبت از گونه هایش نفوذ کرده بود و همچند تیری چند شعبه به همه اندام ها می دوید، به همه اندام ها می دوید، می دوید، می دوید. چند تا می دوید بنویسم؟ 4 تا؟ چرا 4 تا؟ خودت گفتی. نه، یکی بسه. چته؟ خسته شدی؟ نه، یه ذهنم پرید. نمیخوای این پاراگراف رو تموم کنی؟ نمیتونم، کلید کردم. چی شد که ذهنت پرید؟ یاد همسایه‌ام افتادم. کدومشون؟ منوچهر. آقای محافظی میگفت ممکن نیست دست به همچین کاری بزنه. اگه بیگناه باشه آزادش میکنن. نمیدونم. خب هر کی خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه خانم. فقط اگه من به جاش بودم نمیشستم مثل ماست تا بیام بگیرن. مثلا چی کار میکردی؟ میرفتن توی سوراخی تا آبا از آسیا بیفته. زینت خانوم از خیلی وقت پیش میگفت که یه کاسه زیر نیم کاسه این منوچهر هست، وگرنه یه کارمند از کجا داره یه خونه بخره و یه همچین ماشینی سوار شه؟ این زینت خانوم شما مگه کار و زندگی نداره؟ فقط کارش این شده که پشت سر این و اون صفحه بذاره. حتم بدون که پشت سر من و تو هم صفحه میذاره. وا چه صفحه‌ای؟ خوبه که جلو روم همه چی رو میگه. چی میگه؟ میگه شوهرت که اینقدر پول داره در میاره چرا تو رو نشونده توی همچین خونه ای؟ چرا واسهت ماشین نمیخره؟ چه شوهت؟ حتم بدون که شماره حساب بانکی منم میدونه. خب راست میگه، مگه چیه تو از منوچهر کمتره؟ اگه بخوای میتونی کاخ بخری، بی خود ما رو تو این سوراخی نگه داشتی؟ بخرم بیام مصادرش کنم؟ نه جونم، من جایی نمیخوام که آب زیرم بره. این بسته رو ببر بده به روبرویا، ازشون تشکر کن که اگه اونا نبودن به جای آب آتیش رفته بود زیره. من دیگه واس چی برم خانم؟ تو اگه تشکر نکردی این دو قدم رام زورت میاد بری؟ بلند شو دیگه. بابا حوصله‌شون ندارم. عجبا، سلام علیکم. سلام علیکم، شب بخیر. بفرمایید. والا ما خیلی زودتر از اینا باید خدمتتون میرسیدیم، شرمنده ایم. اختیار داریم. دستتون چطوره؟ الحمدلله بد نیست، داره خوب میشه. خب شکر. این یه هدیه ناقابله قاسم کوچولو. خیلی ممنون، ولی برای چی هست؟ به به، چه خوب که در دری مونده بودم کدوم داره بزنم. سلام علیکم. سلام محمود جون، خوش اومدی. چه عجب. ببخشید مزاحم گفتگوتون شدم؟ خواهش میکنم. آقای شفیعی، ایشون هم همسایه روبرویمون هستن. آقای فرامرز هستم قربان. خوشبختم. خیلی از آشنایی با شما خوشبختم. متشکرم. قیافه شما خیلی به نظرم آشنا میاد.
فکر میکنم شما رو باید جایی دیده باشم. متاسفانه من چیزی یادم نمیاد. شاید هم شبیه اونی باشم که شما فکر میکنی. سلام. سلام عزیزم. سلام، حالت چطوره؟ شما بفرمایید، تو معلوم میام. من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، خواهش میکنم بفرماییم. شما بفرماییم. خیلی ممنونم، با عزتون. ببخشید، این هدیه مال کوچولو بود. دست شما درد نکنم. قربان شما. قول میدی دست به گاز و کبریت و اینجور چیزا نزنی؟ بله قول میدم. شما دیمی ها؟ نه خوشگلم، من سعی میکنم زود برگردم. قول میدی به حرفای خواهرت گوش بدی، دختر خوبی باشی؟ آفرین، براتون خوراکی گذاشتم روی میز، اگر گرسنه‌تون شد برداریم بخوریم. باشه، آفرین دختره. شده مامان؟ هیچی مامان جون، بازیتونو بکنیم. ببخشیم برادر، برای ملاقات منوچهر صمیمی اومدم. شما چه نسبتی باشون بود؟ خانمیشون هستم. بچه ها چی داره؟ بچه ها چی دارن؟ خوبم، منتظرم تو از سفر برگردی. خودت چی؟ خوبی؟ خوبم. تو چی؟ من دلواپس تو و بچه هام. وضعتون خوبه؟ خوبیم، نراحت ما نباش. تو چی؟ پول میخوای برد بفرستم؟ نه من دادگاهی چی شد؟ دادگاهی؟ هنوز هیچی معلوم نیست. هیچی اکرم، ممکنه گرفتاری من خیلی طول بکشه. منتظرت میمونم، حتی اگه 100 سال طول بکشه. ما زندگیمون رو آسون به دست نیاوردیم که با آسونی بخوایم از دست بدیم. واقعا منتظرم میمونم تا دم مرگ. سلام مادر. میخوام برات وکیل بگیرم. من جرمی مرتکب نشدم که احتیاج به وکیل داشته باشم. من مادرتم، راستشو به هم بگو. تو برداشتشو؟ شما مادر من هستید.
من واقعا تعجب میکنم چطور ممکنه یک مادر بچهشو نشناسه. چرا مزخرف میگی؟ من به فکر نجاتتم. با یه وکیل درجه یک صحبت کردم، از اون وکیلاییه که میتونه در دادگاه از یه قاتل فرشته بسازه. یعنی به نظر شما من در حد یه قاتلم؟ منظورم این نبود. چرا بی خودی بهانه میگیری؟ دلت میخواد سالها پشت میلای زندون بمونی؟ رسوایی تو همینجا بس نیست؟ منوچهر به حرفام گوش بده. نمیخوام. ببین چی میگم، گوش کن. من مادرتم، خیر و صلاح تو رو میخوام. از این فرصتی که پیش اومده استفاده کن. اکرم آزاد کن، بره پی زندگی خودش. قول میدم برات وکیل بگیرم، شرکت فقط پولشو میخواد، ازشون رضایت میگیرم، آزادت میکنم. برگرد پیش من منوچهر، هر کاری بخوای برات میکنم. یه زندگی تازه، فکرشو بکن. دختر سرهنگ شرکت. به همین زودی ماشینات سنگین برای کشاورزی وارد بشه و تا اونجایی که امکان داره برای کشاورزای زحمتکشمون تسهیلاتی قائل بشیم که بتونن به صورت راحت‌تر و در رفاه بیشتری باشن و کشاورزی ما رو به رونق بشه. و همینطور سیاست دولت این یارو رو من میشناسمش. این آقا رئیس بنیاده. زلزله‌زده ایجاد کنیم و بسازیم. آیا من اینو کجا دیدمش؟ در سال آینده من یادم اومد. کجا دیدیش؟ همینجا دیدمش، دوست روبرویمونه. احسان؟ آره، دوست جونجونیشه. اون دفعه که رفته بودم دم خونشون دیدمش. به ماچه. چی رو به ماچه خانم؟ هیچ میفهمی چی میگی؟ همین الان یه دون از کارهای من گیرم این آغاز. ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد. بیام بابا. آره؟ نه، هنوز زنگ قائم نشدم. فردا میری پیش ناشرت؟ چطور مگه؟ نگران تایپ صافی رسالت هستی؟ نه، میخوام ببرمت برات یه دوتا شلوار بخرم. اینا بد جوری نخنم هست. از شلوار واجبترم هست. دختره مثلا قایم شده، مادرش داره فوق لیسانس میگیره، اما این هنوز بلد نیست قایم شه. جواب اون کاری که من برش اومده بودم چی شد؟ متاسفم، ما تو شرکت بودم. خیلی ممنون.
حواست کجا؟ بیا آقا جون، بیا این دوتا رو بگیر. آفرین، دعوا نکنین ها. سلام آقا شیر. سلام علیکم، سلامت بشین. ببخشید اصلی یادم رفت اینو بدم خدمتتون. چی هست؟ این پوستی بانگ آورد، شما هم نبودین، منم دفترچه‌شو انگوش زدم. خیلی ممنون، زحمت کشیدین. میگم حالا که سایه آقا منوچهر بالا سر بچه ها نیست، من این پایین زیر پاتون هستم. اگه کاری بود مشغول زنبین اگه به من نگی. شما جای دختر منی، هرچه خاک اونه عمر شما باشه. آقا شیر شایی حاضره، بفرمایین تو. خیلی ممنون، پایین هیچ گینی، همون یه دوزی واسه هفت پشتمون بسه. نظر به تعویق پرداخت اقساط وام مسکونی مزبور، خواهشمند از ظرف مدت 3 روز از تاریخ دریافت نامه به دایره وصول مطالبات بانک مراجعه فرمایید. بفهمید چه امری داشتید خانم؟ خواستم قیمت این گردن بند رو بدونم. که از شارژ ساختمون خیلی بیشتره. میدونم. خب میخوام
یه جوری به خانواده آقای سمیعی برسونید. البته هر طور که خودتون صلاح میدونید. متاسفانه من نمیتونم چنین کاری رو بکنم. چرا؟ خب برای اینکه خانم سمیعی خیلی با عزت نفسه و نمیشه باش اینطوری برخورد کرد. آخه با دو تا بچه بدونه. خب شما اگه میخواین کمکش بکنین بهتره یه شغل براش پیدا کنین. دامادای منم دارن میگردن ولی متاسفانه تا حالا شغلی براش پیدا نشده. حالا تا پیدا شدن کار کسی هست که بهشون کمک کنه؟ والدین اکرم خانم در قید حیات نیستن. متاسفانه خانواده منوچهر خانم اگر نمک به زخمش نپاشن انتظار کمکی نیست. از همون اختلافای همیشگی؟ بله، مخالفت پدر مادر منوچهر با ازدواج. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. قربان خدمت نمیرسیم. خواهش میکنم، خدمت از ماست. تو رو خدا یه شب با اهل و عیالتون در خدمت باشیم. انشالله مزاحمتون میشیم. این که شد تعارف، اصلا همین امشب چطوره؟ باشه یه وقت دیگه، فرصت زیاده. ماشاءالله شما چقدر تعارفی هستید. خواهش میکنم، حالا شما بفرمایید. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. راستی من بالاخره اون رفیقتون رو تو تلویزیون دیدم. رفیق من؟ آره، آقای شفیع. بله بله. خلاصه یه نگاهی زیر پاتون بندازید، شاید دوری نمیره. خواهش میکنم، ما در خدمت شما. قربان شما، بای زدن. زمان کارش مناسب نیست، نمیتونم بچه رو تا اون وقت شب تنها بذارم. خودت که میدونی اکثر دکترها مطبشون از ساعت 3 و 4 بعد از ظهر شروع میشه تا 7 8 شبم طول میکشه. اگه صبح برم سر کار خیالم راحت تره. شاید یه مهد کودکی جایی بذارم ایشون. گناه دارن شب تنها بمونن. آخه مشکل اینه که میخوایم محل کار زیاد با اینجا فاصله نداشته باشه. به هر حال انقدر میگردیم تا یه کار مناسب پیدا کنیم. ممنون مهتاب جون. هم از تو هم از دکتر. انشالله یه جوری بتونم این همه محبت رو جبران بکنم. بخور عزیزم. تای بشقابت نباید چیزی بذاری. خب آره کلا بیا خودت بخور. آفرین دختر خوب. میخوای همطوری پکر باشی؟ تو به جای من بودی پکر نمیشدی؟ نه، آدم وقتی به اشتباهش پی میبره خوشحال میشه نه ناراحت. ولی من هنوز معتقدم که باید بهش کمک کرد. بله، ولی چه جوری؟ من خودمو میذارم جای اکرم. اگه یه نفر میخواست به من صدقه بده ها، این صدقهشو میگرفتم پرت میکردم تو صورتش. مگه من میخواستم بهش صدقه بدم؟ خب عزیز من، این کاری که تو کردی معنیش همینه. یعنی اعلام این که تو ناتوانی، نمیتونی از عهده زندگیت بر بیاد، باید به یکی متکی باشی. مثل این کشیدگم بدهکار شدم. معلومه. جدا برام جالبه بدونم تو این کار از رو چه منطقی کردی؟ منطق دل. پس قبول داری که از شعورت کمک نگرفتی؟ قبول داری که احساساتی شدی؟ بازم طرفتو نشناختی؟ اصلا قضیه جای دیگه است. 2 ساله که دارم بهت میگم احسان، 2 ساله دارم بهت میگم از این انزوا بیا بیرون. تو ابزار کارت ارتباطه، ارتباط زنده با مردم، با محیط، با طبیعت، با همه. من اصلا واقعا برام عجیبه که یه نویسنده چطور میشه که توی اتاق بشینه راجع به مردم چیز بنویسه که اصلا نمیبینتشون و باشون سر کار نداره. تو واقعا فکر میکنی من از مردم بریدم؟ منی که 10 سال تموم جون به کف به خاطر همین مردم تا نفس داشتم دویدم و خون دل خوردم و رو مین غلطیدم. مردم عشق منم. یه نفر اونجا، اون آقای ناکاتاست. حواستون کجاست؟ محکم نگرش داریم ببینم. چشم.
مامان زن سلام. سلام جونم. مامان چه قواری؟ بس بیام تو بعدن بهت میگم. سلام. میدونم انتظار دیدن منو نداشتی. خوش آمدید. کجا؟ یه چای براتون بیارم. نه لازم نیست، باید زود برگردم، سرنگ تنهاست. برمون چیه بردی؟ بیا این مال شماست. خب حالا برین تو اتاقتون بازی کن. چرا نمیشینی؟ اومدم ببینم میخوای چیکار کنی. در چه موردی؟ برای آینده. من با یه وکیل صحبت کردم، محکومیت منو چه تقریبا محرزه. اگه محکوم بشه میخوای چیکار کنی؟ اگه شما جای من بودین چه کار میکردی؟ میرفتم دنبال بخت خودم. به صلاح هر دوتونی که همدیگر از قید تعهد آزاد کنید. ما از تعهدمون ناراضی نیستیم. من نگران آینده بچه هم. چطوری میخوای تأمینشون کنی؟ کار میکنم. چی کار میتونی بکنی؟ مگه چقدر بهت میدن؟ بچه ها چی میشن؟ این روزا هر وقت تلفن کردم تو خونه نبودی. آخه این درسته که دوتا بچه کوچیکو همینطوری به امان خدا ول کنی؟ ممکنه تا حالا ناچار شده باشی، اما از این به بعد ناچار نیستی. من بچه ها رو میبرم پیش خودم، اونا احتیاج به رفاه و امنیت دارن. بگیر. میدونم این روزا مشکل داری، هر وقت تصمیم بگیری همه مهریت هم میپردازم، نقد نقد. برای بچه هم نگران نباش، خودم ازشون نگهداری میکنم. بچه ها به مادر بیشتر از امنیت و رفاه احتیاج دارن. تو اینو میفهمی؟ پس چطور منوچهر رو از من دزدیدی؟ من منوچهر رو دزدیدم؟ روزی که من با منوچهر آشنا شدم 3 سال بود که با عمش زندگی میکرد. بارها برام تعریف کرد که چطوری از محبت مادرانه محروم بود. اون موقعی که به شما احتیاج داشت شما کجا بودین؟ گذشته منوچهر هیچ ارتباطی به تو نداره، آیندش هم به شما ربطی نداره. اون بچه منه. اون دیگه بچه نیست، اون یه مرد و شوهر منه. ولی معلوم نیست که از اون تو در بیاد. منوچهر بیگناهه و به زودی آزاد میشه. اگه هم آزادش نکنن تا آخر عمر منتظرش میمونم. زیادم مطمئن نباش. من با آدم های سرسخت تر از تو هم روبرو بودم، ولی عاقبت همشون اینه یه تیکه چینی شکستن. پس اگه تونستید این چینی رو هم بشکنید. مطمئن باشم این کارم میکنم. ایدونه قلعه
احسان، ماشین دکتر ایزدیه؟ آره. بفرمایید. مزاحم نمیشیم. خواهش میکنم، چه مزاحمتی؟ بیان بالا. فکر نمیکنم مسیرمون یکی باشه. ای بابا، تا یه جایی با هم میریم. بیان بالا، سوار شید. اینو بگیر. خب، خوبین؟ قربان شما. کسرم به خودتون میبرین دانشگاه؟ نه، میذارمش پیش خواهرم. ولی معمولاً مادر بزرگاه از نوه نگهداری میکنن. بله، متاسفانه همه خانواده ما شهرستان هستن، فقط خواهرم اینجاست، برای همینم زحمت همه خانواده افتاده رو دوش اون. متاسفانه ما فقط به مرد اینجا احتیاج داریم. پس زنها چی؟ زنها برن بمیرن؟ به جون تو زنا خوشبختن که خونه نشستن. آخه اینم شد زندگی؟ از صبح پاشو تا شب بدو دنبال چک و سفته و برات، هرس بخور جوش بزن که چی؟ دو تا کتاب در بیار. آخرش هم دست چرک داری یا نماز قضا. ببین آقای حبیبی عزیز، اگه نمیخوای قصه قرار داده بدی، همینطور راست حسینی ببین، من دارم به خودم هم شک میکنم، چون هر دفعه که میام اینجا شما صحبت چک و سفته میکنی. آخه برادر من، مگه قیافه من شبیه مامور اجراست؟ ای بابا، من که چیزی نگفتم، دو کلمه درد دل کردم. راجب قسط قرار دادم حرفی نیست، فقط باید کمی به مهلت بدی دست و بالم باز بشه. به جون تو بابت کارهای جدید کلی فیلم و زین خریدم، قیمتش هم که میدونی این روزا پوست میکنه. میدونی این قصد چند وقت عقب افتاده؟ میدونم، شرمنده. ولی تو هم که منو میشناسی، من ناشر بازاری نیستم، ناشر فرهنگیم. خیلی فرق میکنه ها. اگه میتونستم از این کارهایی که همه میدن بیرون بدم، الان خجالت زده شما نمیشد. شما میگی من به صاحبخونه چی بگم؟ بگم شما که منو نمیشناسی؟ من از این مستجرای پولدار نیستم، نویسندم، مستجر فرهنگیم. اگه نبودم میتونستم از خجالت شما در بیام. چرا نمیری با اینا کار کنی؟ همشون دوستای خودت هم. از خداشون. یه سوال ازت دارم آقای حبیبی، تا حالا لای اون قرآن رو باز کردی؟ چطور مگه؟ میدونی خدا توی اون قرآن به این قسم خورده؟ آره؟ حالا اونقدر میدن که بشه حرمت قسم خدا رو شکست؟ مادر بزرگ درو
نکنی. اونم گفته در رو هیچ کس رو نکنی. گفته برای غریبه ها در رو باز نکنی. ولی من مادر بزرگم. مریم مریم دست بهش بگو دست رو تا این نبوز بزرنگی نشون بده. چی کار میکنین بچه ها؟ در رو باز کنی. اومدم با خودم ببرم تو خونه خودم. یک عالمه شکلات براتون خریدم. تازه بابام اومده اونجا. آخ جون بابا اومد. سلام خوشگلای من. بابا اومد خونه شما؟ آره عزیزم. حالا برید لباساتون رو عوض کنید بریم خونه ما. مامان چی؟ اون خودش میاد اونجا. آخ جون بریم. کجا آقا جونم؟ میخوایم این خونه مادر بزرگ. بابا اومده. بابا اومده؟ بله. بفرم. از قول من به مادرشون بگو آدم دوتا بچه اینقدی رو تنها نمیذاره تو خونه او بره. شش. تو هستم آقا شیر. بله. لا اله الا الله. اول این عینک رو بزن بالا. بفرما. خیلی ممنون. دستم به دامن آقا شیر. بالا بنایی دارم. میشه چند دقیقه بیای کمکم کنی؟ دست تنهایی نمیتونم. هیچ معلوم اصلا شما چی کار میکنی؟ یه روز خراب میکنی دوباره فرداش درست میکنی؟ من نمیفهمم چه حکایت. بعد از هر خرابی سازندگیه. الانم فصل ساختنه. سلام علیکم خانوم. خوب شد که رسیدین. چطور مگه؟ این بچه ها چیزی شدن؟ نه این مادر چیز حاج خانوم، خانوم بزرگ. خب اومد بچه ها رو برد منزل. گفت به شما بگم که بچه ها رو برد؟ گفت آخه آقا شما اومده. میخوایی بری ماهی ها رو نشونت بدم؟ پس چرا بغض کردی؟ قربونت برم. تو چرا نمیری سر کارت؟ برو فضولی نکن. چشم. زودتر. بیا مریم جان. مرسی. بگی؟ من نمیخوام. چرا؟ خیلی خوشمزه است. من بابامو میخوام. الان میاد دیگه پیداش میشه. چرا بهشون دروغ میگی؟ شما دخالت نکنید. آخه برای چی اذیتشون میکنی؟ باشید شما برید بالا. منم الان میام. چند بار باید بهت بگم در کارهای من دخالت نکن. یه بار به حرفت گوش دادم و گذاشتم بچم 3 سال تو خونه خواهرت بس بشینه. بسه.
تو باعث شدی که دستم از منوچهر کوتاه بشه و گیر این زن بی سر و پا بیفته. منوچهر پای خودش از این خونه رفته، باعثشم تو بودی. باعثش من بودم؟ خیلی بی چشم روی. دوباره شروع نکن، این حرفا گذشته قدیمی شده، پیش کشیدنش دیگه فایده ای نداره. برای من هیچ وقت کهنه و قدیمی نمیشه. من طلاقشو از منوچهر میگیرم، من پاشو برای همیشه از این خونه میبرم، من منوچهر رو دوباره برمیگردونم. منوچهر دیگه تو این خونه بر نمیگرده. وقتی بچه‌هاش اینجا باشن برمیگرده. حالا خواهی دید. برف من گوش کن عزیزم، پای کلمتری رو وسط نکش. من بهت قول میدم بچه ها رو برگردونی. آخه شما مادر منو جایی رو نمیشناسین که اون به این سادگی ها بچه ها رو پس نمیده. محافظی بلدی چجوری باشون حرف بزنه و رازشون کنه. تو ناراحت نکن خودتو، آدرسشون رو بده، آوردن بچه ها با ما. پس منم با هاتون میام. از ما دوتایی بریم، تو نیایی بهتره. برو آدرس بنویس بده. یعنی شما فکر میکنه به این آسونیا بچه رو پس میده؟ اگه خدا بخواد شاید راضیش کردیم. خب آدرس گرفتم، بریم دیگه. مادر جون اکرم تنها نزا خورمونت دارم. آره بی بریم. مینو رو میاری اینجا با هم بود کنیم؟ آره بابا جون، مینو رو میارم. خدا حافظ.